اینها نگران یه سیستم هست، یه نظام هست. چه اصلاح طلبان؟ چون چیزهای بیانی های هم که میدن اینه دیگه، جمهوریت نظام در خطر است. این نظام چه جمهوریتی داشت؟ تو این 30 سال جمهوریت داشت مگه؟ همش رأی ولی فقیه بوده، تو جامعه جاری شده. جمهوریت نظام چی در خطر است؟ اصلا در خطر بود که اصلا به وجود داشت که در خطر باشه؟ از اول هم همین بود دیگه. یه دونه به بنی صدر بدبخت رو ما بهش رأی دادیم، خدا حفظش کنه، آدم خوبی هم بود. حالا نمیدونم بحث چیز سیاسیش، اون موقع من جوون بودم دیگه، اصلا نمیدونم، یادم نیست چیز سیاسیش، نمیدونم. این رو من یادمه که ما مردم رفتن رأی دادن، ما هم اونجا بودیم میدیدیم تو این بازار، که اینم چند روز بیرونش کرد. بعد از اون شما دیگه جمهور ملت دیدی؟ جمهور اسلامی دیدی شما که امروز میگین جمهور نظام در خطر است؟ جمهوریت نظام؟ من تعجب میکنم به والا، من اصلا متوجه نمیشم کسی که همه اینا رو میدونه، اسلام شناسه، دین شناسه، همه این. اگه من دو تا داستان خوندم از صدر اسلام، از جنگ های پیغمبر، از خوارج، این آقا همه رو خونده، سالهای ساله که خونده، درس داده اینا رو. خب دیگه نگرانید از این نظام چیه؟ تو که میدونی صدر اسلام هم همین بود دیگه. خب این جریان اصلاح طلب شد خوارج، اون مجاهدین شدن منافقین، ناکسین و مارقین و همین هم دیگه، به هر حال اسمها عوض شده به شرایط زمان. خب تو که میدونیم که بابا این درد ما از همین ولایت فقیه، درد ما از همین سیستم، یک نظامیه که نمیخواد کسی به عقلش رو استفاده بکنه، فقط میخواد آقا تو بنده باشی، اون آقا حرف بزنه شما اجرا کنی. این نظام شما حالا بگو اسلام با این فرق میکنه، خب نمیکنه دیگه. شما همه قرآن رو برو بخون دوباره، همش تعبد دیگه، هیچ دلیلی نمیاره که. یکی اومده سوال کرده آقا من از کجا بدونم بهشت و جهنم هست؟ فوش خار مادر بیارو میده. قوم موسا رو ندیدید شما؟ شما به قوم لوط رو ندیدید چجوری ما از بیم؟ نه آقا من ندیدیم، تو بیا ثابت کن. من نه موسا رو دیدم، نه ایسا رو دیدم، نه لوط رو دیدم، من ندیدم. شما بیا ثابت کن آقا، بهشت و جهنم تو ثابت کن. خب میاد فاش میده، آخرش هم میاد آب گرز داغ میزنه تو کله اینا، این دنیا اینجوری، اون دنیا هم اونجوری. خب این صدر اسلام دیگه بابا، من نمیفهمم. آسون‌تر از این که دیگه مسئله ای نمیشه که، دیگه به این راحتی آدم نتونه بفهمه. من تعجب میکنم. این جنبش اصلاح طلب، این جنبش عرض کردم فقط دو راه داره امروز، یا خیانت رو برمیگزینه، یا بالاخره تغییر روش میده و خودش رو میسازه. به هر حال این وضعیت اینه. خب این جنبش. یه جنبش دیگری، من همه این چیزایی که در ارتباط با این جریان چند روز در ایران پیش اومده، یکی دو هفته پیش، مثلا کسا و گروه های مختلفی که عرض کردم در ابتدا به نوعی مرتبط میشن، یه نگاه کلی میندازیم ببینیم چی میشه. اول که دیدیم که انتخابات چجوری برگزار شد، راهپیمایی شد و بعد از راهپیمایی جریان شعارها عوض شد و آقای موسوی بیانیه فقط داد و آقای کروبی اومد فوشم داد، ولی به هر حال اینا نگران رأیشن بیشتر تا نگران حق ملت. این ملت به خاطر 4 تا سرکوب فرار نمی‌کنه و نمی‌کرد. اینا اگر میدونستن که یک انسان شریفی در جلوی اینا هست که از حقشون دفاع میکنه، آماده از خونش رو بده در راه آزادی، این مردم نمیرفت خونه بشینه. پس مردم حقشون رو ادا کردن، دینشون رو ادا کردن. این آقایونی که در رأس بودن دینشون رو ادا نکردن، نه تنها دین رو ادا نکردن، بلکه اون نوک پیکان رو منحرف کردن تا حدودی. روند آزادی خواهی فریاد مرگ بر دیکتاتور رو تبدیل کردن به الله اکبر. من نمیفهمم، شما الله اکبر بگید نمیکشن شما رو؟ دیدی که کشتن که. اصلا مشکل ما، بدبختی ما اینه که الله اکبر ماست. یا اصلا بدبختی ما در اینه که یک اللهی هست که ما ندیدیم و این الله بزرگتر از هر کسیه، و
و این الله یه نماینده امروز داره به نام آقای خامنه ای که فقط حرف این رو میشنوه، اینم فقط حرف اون رو میشنوه، و مردم اینجوری مثل حیوان تو خیابون دارن لگد کوب میشن، توهین میشه به اینها، تهمت زده میشه به اینها. شرافت انسان رو، انسانیت رو امروز در ایران اینا دارن لگد کوب میکنن. به هر حال این جریانات پیش اومد اونجوری. یک جناب که اصلاح طلب داشتیم که وضعیتش اینجوری معلومه، مردم که نیازهاشون معلومه، خواستهاشون هم معلومه. خب این مردم جز آزادی چی میخواد آدم؟ این خواسته های این مردم هم معلومه. یک طرف هم که ما حکومت داریم، حکومت هم که وضعیتش معلومه دیگه، جلوی روت میکشه، جلوی روت وامیسته، میگه خودت کشتی خودت رو. این وضعیت حکومت ماست. این از داخل کشور. همسایه ها رو نگاه بکنیم، کشورهای همسایه. البته داخل کشور که ما دیگه حزب دیگری نداریم دیگه، متاسفانه همین دوتا هست، اصولگرا اصلاح طلب که این و یکی مردم. کشورهای همسایه رو شما نگاه بکنید، تمام این عرب نشین ها از خداشونه که مردم ایران 5000 سال برن عقب. همشون اونجا یه دیکتاتورن که رو دست این دیکتاتورا وایستادن. خب این کشورهای عرب نشین هیچ کدوم دوست ندارن که ما آزاد بشیم، چون فردا مردم خودشون یقه خودشون هم میگن. این ور شوروی وایستاده، این شوروی که هرگز دوست نداشت ما آزاد بشه. واسه من نمیدونم ما چه هیزم تری به این شوروی فروختیم. ما الان 30 سال، 20 سال، 30 سال میلیارد ها دلار از همین مردم میگیره به خاطر هسته‌ای، میاد ساختمون نیروگاه رو درست میکنه، همه چی رو میذاره، بعد آخرش مثلا یه سوزن رو نمیده، همون سوزنی که باید راه بندازه اون اینو نمیده، میگه این تحریمه. خب تو که میدونی از اول این تحریمه، چرا این همه پول گرفتی؟ چرا ساختی این ساختمون رو؟ 30 سال داره همین کار میکنه، میسازه، آخرش یه دونه چیز رو میخواد بده نمیده، میگه این تحریمه. این مونده هنوز هم هسته، اینجوریه وضعیت ما. خب این دوست نداره ما آزاد بشیم، این نوندونیه این آقا شدیم ما. کشورهای دورتر مثل چین، اینا هم که وضعیتشون معلومه دیگه. چینی ها دیگه الان بلند شدن برای ابرقدرت شدن، خودشون هم که شکر خدای استبدادی دارن، پسر عموی استبداد ما. خب اینا هم از خداشون، مردم ما سرکوب بشن، بیدار نشن، چون این اگر ما بیدار بشیم خیلی آر بیدار میکنه این منطقه، کل دیکتاتورها احساس خطر میکنه. خب روی این حساب خیلی عادلشون نمیخواد. این از این کشورهای منطقه. و یه سری کشورهای جهان آزاد به اصطلاح، این اتحادیه اروپا. آقا اینا میان فقط قطعنامه میدن، قطعنامه صادر میکنن، محکوم میکنن. آقا قطعنامه چیکار میکنه؟ شما تو این 20 سال این همه قطعنامه علیه این همه دیکتاتور صادر کردید تو جهان، اصلا اون دیکتاتور خبردار شد که این چی نوشتین شما این تو؟ کسی رو یقه اونو بگیره؟ آقا محکوم کردن یعنی چی؟ اینا نشستن محکوم میکنن فقط. و احمدی نژاد و سیستم ولایت فقیه، آقای خامنه ای و اینا، این اصولگرا، اینا میشناسن این جهان غرب رو. متاسفانه اونها اینا رو میشناسن، اینها اونها رو نمیشناسن، عکسشه. این احمدی نژاد، همونی که مثالی که فوتبال زد، همون مثال فوتبال رو این تو ذهنش هست، این بازی رو آورده تو زمین تو زمین حریف، این توپ و بازی رو آورده تو زمین این اروپایی ها و هر کشوری که میخواد مثلا اظهار نظر بکنه. مثل اون آقا خان داد میزنه ایران، آقا تو داری میکشی اونجا، فیلمش اومده اینجا، این میگه که تو چرا داری میکشی؟ اون داد میزنه ای یا ناس، این دخالت کرد تو امور داخلی ما، این انگلیس آشوب کرده، این نمیدونم اسرائیل داره تفنگ میده به مردم، آمریکا فلان کرده، نمیدونم اوباما قبلا هم گفته بود من دوست دارم که فلان بشه. آقا تو میکشی بد نیست، این میاد میگه بده؟ من نمیفهمم والله.